تزیینش میکنیم. آشو به ایرانی رنگش اصلا دیوانه کننده است به خدا. اینم از آشمون یه تزیین خاله بازی کردیم. منظور روی بستن این شکلیه. آش هنوز داغه. ولی آشو ببینید رنگ و رخ و نگاه کنید. بریم تو محل ما تو قلب ملبون با همدیگه یه آشرشته برای یه لشکر درست کنیم. خب قبل هر چیزی میایم سراغ قابلمه‌مون. قابلمه گنده مشتی تا نصف آبش میکنیم. اینو بذارم اینجا برای خودش پر بشه. بیام پشت رول. الان همسایه‌هامون میگن اینو دارن دست فروشی میکنن. بوده آقا بوده حراجه. خب نخود خیس کرده دارم 400 گرم، لوبیا چیتی دارم 400 گرم، لوبیا قرمز 400 و عدس 500 گرم. فقط تمام این محصولات برای کمپانی تکین. اگه تو استرالیا هستید همه رو 24 ساعت قبل من به اندازه‌ای که بهتون گفتم خیسش میکنم و میذارم به مدت 24 ساعت داخل آب بمونه و یک بارم آبشو عوض میکنم. این از نخودمون. برای مرحله اول آبمون هیچی نداره. اگه توش روغن بریزی نمیذاره حبوباتت بپزه. باید آب خالی باشه اگه میخوای مدل رستورانیشو یاد بگیری. اینم از لوبیا. اینم یه آب برگردون. اینم از لوبیا چیتی. اما عدس رو الان اضافه نمی کنیم. حبوباتمون روی 70% که پخت عدس هم میریم تو کارش. خب تنها کاری که میکنیم تو این مرحله نمک اضافه میکنیم به آبمون و میذاریم میجوشه. هیچ چیزی اضافه نکنیم. من مرحله به مرحله بهتون میگم چی کار باید بکنم. من چونم مواد آماده استفاده کردم نیاز داریم که یه بیس خوب آش بعد آبش خوشمزه باشه. ولی نمیخوام چیزی بهش اضافه بکنم. میخوام طبیعی طبیعی باشه. کاری که میکنم اول نعنا داغمو با روغن سرد. روغن سرد نعنا رو توش اضافه میکنم. اینو برای چی میخوام؟ اینو فقط میخوام داخل آب توش بریزم. یه مقداری بهش فرصت میدم که این نعناه رنگش تغییر بکنه. اینا کمو در میارم اینجا آفتاب چشای منم بسته میشه فیلم که میگیرم. نیاز داریم که یه مقدار این رنگش تغییر بکنه. خب حالا وقتی که مواد آماده استفاده میکنید میبینید وقتی که مواد آماده استفاده میکنید عجب نعنایی هم هستش. وقتی مواد آماده استفاده میکنیم این مواد فروزن شده است. خب نیاز داریم که نرم بشه. همین الان تو همین مرحله پیازارم اضافه میکنیم. اینا رو برای چی میخوایم؟ اینا رو برای آب داخلش میخوایم که خوشمزه و خوشخوراک بشه. اینم از این. اینا رو بازش میکنم به این شکل. میبینید حرارت هم زیاد نیستش که نعنام بسوزه. این از این توی مرحله. حالا سیرم هم نیاز دارم که داخلش بریزم. سیر آماده شده. یعنی ما از این راحت تر نداریم. حتی برای مراسماتون برای جشناتون میخواید درست بکنی دیگه فکر نمی کنم از این چیز راحت تری وجود داشته باشه. آقا اینم بیس آماده داخلش. اما اگه مواد آماده نداشتید همه رو باید جدا جدا با اجازتون سرخ بکنید. این از این نگاه کنید. حالا این یکی سیره رو بریزم. این سیره رو نصفیشو میریزم. یه مقدارشو میخوام برای تزیین روش استفاده کنم. این الان به این مرحله رسید. حالا نیاز دارم ادویه هاشم همینجا بهش اضافه کنم. زردچوبه برای 30-40 نفر دیگه دوتا قاشقو میخواد. یک و دو. این از این. فلفل سیاه هم میخواد. بعضی ها میگن رنگشو خراب میکنه. نه نمیکنه. پر سبزیش میکنیم. یک و دو تا نوک قاشق غذاخوری هم فلفل سیاه. میریم سراغ فلفل قرمز. نوک قاشق غذاخوری هم فلفل قرمز. این از این. داشتی تا اینجا همه چی اوکیه. من یه ذره دیگه نیاز دارم که روغن بهش اضافه کنم. این هم یه مقدار دیگه. بیس کار رو در آوردم. اینو بزنی بهش میشه باقلوا. به به به
اینجاست که میگه باغ داباد انگوری. اینا میره داخل آبش، ولی الان نه ها، وقتی که بهتون گفتم. ببینید همه چی آماده است. کنید حق الولنصاف، دمت گم، نوبر سب تنبل خونه درست کرده. آقا نعنام نسوخت. چرا نسوخت؟ چون نعنا رو با روغن سرد شروع کردم نعنا دوغ، نعنا دوغ، نعنا داغ درست کردن. اگه روغن داغ بود یک دو سه رنگش از دست میداد، به این سبزی نمیشد. نگاه کنید رنگی و اصلا باید صحبت میکنه. اینا بره داخل آبش دیوانه کننده میشه. ولی خدایی حیف آقا این تکین. اگه تو استرالیا هستید، حبوبات، ادویجات، هر چی میخواید بخرید تکین بخرید. بهترین پروداکتا رو داره، دارم براتون درست میکنم. ببینید حیف، چون برای بچه‌های ملبورن من میدونم هی از من سوال میکنن. این از این آقا این خشک، اینو خاموش میکنم زیرشو، دتس ایت، تمام. اینو خاموش میکنم. ببینید همین مرحله کلا 3 دقیقه نشد که من اینا رو داغش کردم. همه چی آماده است دیگه، منتظر میشیم حبوباتمون بپزه. نخود و لوبیا اینا 70% تقریبا پخته. یا برگردون بزنیم. 70% پخته. عدسم تو همین مرحله بهش اضافه کردم. درشو میبندیم تا همش با هم دیگه اندازه 95.5% بپزه. به به، باغ تاباد انگوری. ببین جواد جوادی چه کرده. حالا میریم تو کار اضافه کردن سبزی ها. اما اون نعنا داغ پیازا رو از الان اضافه کنیم، کارمون رو خراب میکنه. میدونی چرا؟ چون میجوشه، له میشه و دیگه تو دهن کرانچی نیست، نمیتونی احساسش بکنی. همه چی آماده شد. ببخشید نور دیگه، فضای بیرونه، داریم غذا لشکری میپزیم. همه چی آماده شد. حالا میریم سراغ این سوسی که قرار شخصیت آشما رو درست بکنه. به به به، اینجا رو رنگ رو ببین. اینم میره. دقیقاً الان 10 دقیقه است که سبزیمو ریختم. حالا اینم بهش اضافه میکنم و 10 دقیقه هم با این شروع میکنه قل خوردن و بعد رشته هامو بهش اضافه میکنم. چه کم سبزی، مثل کلاکیسه بدون مو میمونه. این از گفته خودم بوده. سبزیشو مشتی بریزی. سبزی هم که دیدید، من 3 تا بسته بهش اضافه کردم. 3 تا بسته 400 گرمی شد. چقدر؟ 1.2 کیلو. و اینکه اینم نعنا داغاش میبینید، نمیخوام، هنوز پایین نرفته، یعنی باید نیاز داره که یه قله مشتی بخوره بره پایین، اما برای من کافیه. حالا رشتمو خوردش کردم، اولش دو تا تیکش کردم، میبینید رشته رو. اما رشته رو من 2 تا بسته میریزم، 500 گرمی میشه 1 کیلو. یه نگاه بهش میندازم و اگه خواست بازم بهش اضافه میکنم. خیلی وقت از وقتی که افتاد، یه 10 سالی میشه آش نپختم، اما به هر حال اندازش دستمون میاد دیگه. خب اینا رو هم اضافه میکنم و منتظر پختش میشم. حالا اندازه دقیق رشترم بهتون میگم چقدره. عجب آشی، عجب آشی. اوف اوف، این همه آشمو به کی بدیم خدا. آشمون هم آماده شد و یه مقداری هم رشتش بیشتر کنم برای این. عجب آشی شد، جون خودم رفتم اصلا توی دنیایی. خب حالا آشمونو میکشیم تو ظرف و تزیینش میکنیم. آشو به ایرانی رنگش اصلا دیوانه کننده است به خدا. اینم از آشمون، میریم برای تزیینش. اون آماده شد. آشو اگه میخواید تزیینش کنید، بعد بذارید روش خامه ببنده، یعنی که روش صفشه خودشو بگیره، نه اینکه خامه ببنده، روشو بگیره و صفشه. اینم از آشمون، فقط آشو ببینید رنگش قشنگ سبزه. بعضی از آشا نمیدونم چرا قهوه‌ای میشه، رنگش قشنگ سبزه. سبزیه که داخلش مشخصه، نعنا داغمون مشخصه. و دیگه حالا ما میریم یه هیئتی رو غذا بدیم. کاشکی معلم و ایران بود، چون تو میدادم همه همسایه‌ها میومدن میبردن. نمیدونیم حالا اینم آشو چیکار بکنیم، ولی شما درست کردید. امیدوارم کامیونیتی شما بزرگ باشه و بدونید با آشتون چیکار میکنید. بخ بخ، حالا میذارم سرد میشه و تزیینش میکنم. اینم از آشمون، یه تزیین خاله بازی کردیم. منظور روی بستن این شکلیه. آش هنوز داغه، ولی آشو ببینید رنگ و رخ و نگاه کنید. با این آش میشه زندگی کرد. میبینید یه قاشق هم من به عشق خودتون بخورم ازش ببینم چطوره. فقط مزه شو.
به جان خودم، من علکی نمیگم این خوبه این بده ها، فقط یه مقدار کوچولو فلفل قرمزش بیشتر باشه، فلفل قرمز باید توش احساس بشه، یه کوچیک، نه اینکه تون بشه، باشه اصلا تون نیست. خوشمزه ترش این پاپی هم پدر ما رو در بود. و اینکه نمکش هم به اندازه دلخواهتون میتونید کم و زیاد کنید، اما رشته خودش نمک داره، حواستون باشه. من خیلی اشتباه کردم، بعضی وقتا آش درست کردم شور در اومده، به خاطر اینکه نمک رشته رو یادم رفته حساب کتاب کنم. آقا دوستتون دارم، دمتون گرم. تمام اینفورمیشن نوبر سبزم همین پایین براتون میذارم، میتونید کلیک کنید تو قسمت دیسکریپشن، برید وبسایتشون و محصولاتشون رو ببینید. خدا شکرت یه روز دیگه هم ما زندگی کردیم اینجا تو استرالیا. حالا من موندم و این آشار چیکار کنم؟ برم زنگامو بزنم بیان ببرن.